سلام علیکم. اگه میبینی من دارم آروم حرف میزنم چون مهران خوابیده. اگه یادتون باشه تو ویدیو ساندویچی سید به مهران و بچه ها قول داده بودم که دفعه بعدی ببرمشون یه رستوران لاکچری، اما امروز اون روز نیست. قرار مهرانه رو ببریم یه ساندویچی سید دیگه و خودشم نمیدونه، اما اینکه کجا ببریمشو باید از یکی بپرسم. سلام انسان، حالت چطوره؟ ببین یه ساندویچی سگی پیدا کردم کنار تعویض روغنیه، اصلا خیلی خوب لام هست. نظر چیه بریم؟ مرانه پاشو میخوایم بریم یه رستوران با کلاس. پاشو یه بهترین با کلاس این رستوران گرگان مقابل. پاشو. خب آماده شدی؟ آره. من لباسات اینه؟ آره. چایی نخوردی؟ میخوایم رستوران با کلاس بریم دیگه. بیا ببینم لباساتو. بیا ببینم یه دور بزن. چشه. باید ببینم تیپ و استایلت مناسب جایی که میخواییم بریم هست یا نه. من کجا میخواییم؟ حس میکنم یه خورده لول کاریت پایینه الان. لول خودت پایینه، خیلی هم بابا میگم خیلی شیکه با کلاس اونجا بابا شی. اصلا میگم جدید زده خفن‌ترین رستوران گرگانه. شوخی مو بابا، اینجا آدم معروفی مون میشناسن. لباس خوب باید ببوشی. لباس خوب بشیدم الان باید ببینیم دنبال دوپامین و مسعود اونام ببرم. دوپامین اصلا معرفی کرد اینجا رو. خب دوباره اینجا خیلی خوش اومدی. دست شما در ممنونم بابت معرفی این رستوران. حتما این رستوران لاکچین رو دیدی حتما، چون میدیم ما آدمای با کلاسی هستیم. برای من همسرم موظفم که جای خوب با کلاس ببرم. الان مسعودم تشریف میاره. مسعودم بهش گفتم که به هر حال این همه زحمت کشیده، ادیتور ما بوده، یه روز من به هر حال یه نهار با کلاس به این بدم. این بچه اومده گرگان اینجا. نه اصلا ترک خیالت راحت بشه، اونجا این سلف سرویس هاست، میندیش داره، ظرف میبری اونجوری میچینی واسه خود. من نه آدم بله بله کدوم رستوران گرگا اینجوریه؟ ملل که میدونم هست، تبلیغ نشه ولی خب هست یه رستوران جدید اینجا اسمیه مسعود. بیه بگیره. من حسی بدی دارم شما و حرفتون. یه اینجا حسی بد داری؟ نمیدونم، مشکوکی چیزه من؟ بحبه آخه خودتون همش میخواییم به رستوران من میپرسین کجا بریم، بعد الان شما میخواییم یه جا بگیم که تو یه بار تو با ما اعتماد کنیم. سلام عزیزم، امروز میخوام به محمد یه رستورانی که خوشنام هست. مرسی. بله نه تو اصلا ببین لباس خوبا تو پوشیدی؟ عطر خوب زدی؟ عطر خوب که نزده ولی لباسش خوبه. خوبه نه، چون یه جایی که میخواییم بریم خیلی با کلاس هست، یه لول دیگه ایه. شاید مثلا اینجا نباشه، مثلا تا از زندگی نرفته بشیم. گرم کت نپوشیدم. آه حلش کنه، من خودم نپوشیدم. آب کنم بریم باید بریم؟ شما مستقیم تشریف میبریم، میخواییم بریم خارج از شهر. خارج از شهر رستوران با کلاسی نداریم. چه دیگه؟ طرف اینجا جاده تهران میرن، تهرانی ها میرن اونجا. تو از تو چی میدونی؟ من میدونم. نه با مسعودم. دو روز اومدید. یه جای خلوت حتما میذارن رستوران بالا. دقیقاً یه چیز باغ تو رو خیلی خوشگلیه. اون داخل شهر که نمیتونی باغ بزنی که. قانه شد. خب نگو مهران یه کم دیگه بریم اینجا میرسیم دیگه. نه اینجا رو نبینی چی نیستش. داریم از شهر خارج میشیم، به کجا میرسیم؟ رسیدیم به بدراک. بدراک چیه؟ ته ماینکرافت. آها ماینکرافت بازی میکنه؟ نه الان میرسیم. چی نیست؟ به خدا اصلا به اینجا نمیخوره بخواد رستوران قشنگی داشته باشه که من ندیده باشم. وقتی متراژ بالا شما کار میکنی رستوران میزنی، مجبوری جایی بزنی که متراژ زمین زیاد باشه دیگه. منطقیه اگه پولشون نرسان که بخرن. آفرین. آخه من میدونم نباید اینجا رستوران شیک و پیکی باشه که شما هم دید. من خیلی خوب لباس بپوشی الان به خدا که من یه سوال اینجا آخه نگاه کن با الان رد میکنیم اصلا نگران نباشتم بهت میگم داره میریم تهران. خب دیگه اینا تهرانی هم دارن برمیگردن، تهرانی ها پول دارن دیدم برمیگردن تهران، تو مسیر میرن اینجا. آره دقیقا داریم از گرگان خارج میشیم. 90% مشتری هاش تهرانی هست. گرگانی ها کم میان اینجا سطح توان مالی گرگانی ها نمیخوره به اینجا. پولدار تهرانی با پورش و
BMW اینا فقط میان در مغازش. درسته آقا اینجا آره آره دقیقا درسته. تو همیشه جایی رستوران بزنی که کسی فکرش نمی کنه اونجاست که بازارت بگیره. مغز اقتصادی این یارو رو من اینجا همه لواز اونم جزو لوازم یدکی میشه دیگه. یعنی چی؟ نمیشه مگه؟ اینجا فقط تعمیرگاه به خدا که قسم نه داشت آرواش رو میبینی؟ کامیون کنارش باش داده؟ آره همین. یعنی چی؟ بعد این پیچ مورو فروشیه برو جلوتر یکم این که من رستوران نمیبینم بچه آره اینا بچه این کارواش ایول اینا چرا ماشین جلوش نمیتونم ایول نگاه چقدر قشنگه نایس ایول کنار تعویض روغنیه آره ایول نه ببین اینجا نکن اینجا تعویض روغنیه روغناشو تصفیه میکنه قشنگ آلاینده‌اش میگیره بعد این باش همبرگر سرخ میکنه کارش خیلی خوبه یارو ببین میگه نگفتی رستوران با کلاس لباس خوب بپوش فلان تو ناموس کلاس یارو تو نگاه کن سیسشو از این چیزا هم داره از این تابلو روانا هم داره ساندویچ نوشته ببین ساندویچ 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 نه تو ناموس همیشه یه ساندویچ میاد غذا اینجا من ببین الان فقط توجهی که من گشنمه خب گشنت ما آوردیم جای خوب بهت غذا بدیم من توجهی که من چیزی نخوردم و تو من گفتیم میریم یه غذای اصلا این ناکو سیسه یارو اونجا نشسته ناکو واو چه بدم آلا چیق و فلان خودش هر روز این ساندویجی ها میخوره ببین این قدی شده من این نگفتیم میریم یه جا باغ داره آلا چیق داره چه میدونم آلا چیق داره پشت این کار باشه من جدی ماشینم من ماشینم میخوام برم کارواش ببین اونجا سقف‌خونه داره مگه همون آلاچیق نیست ماشین کجا بزنم مسعود میام مثل سگ میزنه بعد مسعود تو هم میزنه هر کاری میزنه داداش پشتم رزرو کردین اصلا میز و اینا آره آره خیال راحت مش کجا بذارم من اینو گفتن که اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ما غذا رو میگیم میگیم اینجا دیگه میخوریم خوشحالی از اینکه اینجا نمیشم با کلاس لاکچری خود اونورتر با من جا دارم نمیشم اگر که ممکنه تو گونده ای دیگه ممنونه اگه هاتدای داره هاتدای اگه نداره خورد من هرچی خودت زدیم به اینجا خودت 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 هاتدوگ اسمی یه جور میگی مغز و زبان انگار خودت خیلی مغز و من میخورم اینا دوست داری کله پاچه خوب دوست دارم اون مغز مغزم تو کله پاچه است ساندویچش من با کله پاچه فهمم الان من برم کله پاچه جلوت مغز بذارم تو میخوری نه بچه شاید دوستتون عجیب باشه ولی مهرانه کله پاچه میخوری ولی من واقعا از کله پاچه بدم میاد کله پاچه نمیخوری؟ نه بعد الان میگه اینه پس ساندویچ مغز زبان بخوری اینکه مثلا خیلی دوست داشت کله پاچه نمیخوری؟ نه اسکله من اینجوریه ویدیو بعدی پنج صبح کله پاچه اگر تو کامنت ها بگین اگر که ویدیو لایکش به چند تا برسیم اصلا اهمیتی نداره تو باید کله پاچه بخوری عزیزم ببینم بعد ببینم مهم نیست کله پاچه میخوری تو حالا تو کامنت ها بگین یک بار دیگه منو جای دیگه ببره بعد چشمو میدم اینجوری بخوره نه چش دیگه ندیگه مغزم نه چش قابل خوردن نه باید تو خواستش کنه حالا فعلا اینو بخور تا ویدیو بریم خب اینجا ما غذامونو گرفتیم تا بریم یه جا دیگه بخوریم اینجا یه شات بگیر از تعویض روغنی چیکار میکنیم اینجا نکن اینجا تعویض روغنی و این کنارش هم ساندویچی و اینجا همین روغنا بعد از اینکه از ماشین خارج شد تصفیه میشه بعد میره تو همبرگر. واقعا همین روغنایی که بعد از اینکه استفاده میشه باش همبرگر میسازن همین بار نیسون میکنن که از جاش دوباره استفاده کنن. به هر حال اینجا کلا تولید به مصرفه یعنی شما در انتها اسراف نداری. این خیلی مهمه. این مهمترین پوینت اینجا به نظر من همینه. من پیشنهاد میکنم اگه خواستین همبرگر بزنید یعنی خوب بود اوکی ها خوب بود اگه خواستین چیز کنین خواستین همبرگر بگیریم بگین که حتما با این روغن جدیده چیز بزنه 10-40 براتون بزنه اون روغن روغن پیرایی خوب نیست ببینم چنین غذای لذیذی رو بس بدم چنین غذای لذیذی رو شما باید تو طبیعت بخورید چون این خود این غذا از طبیعت میاد بله یعنی چی خود این غذا از طبیعت میاد؟ طبیعت میاد دیگه یعنی چی؟ گوجه داره توش روغن، روغن موتور
ناکن تو طبیعت آوردم که این لذت خوردن این غذا دو چندان بشه واسه. بله بله دو چرخان داره. البته اینکه یارو نذاشت تو مغازش فیلم بگیری من بی تاثیر نبود. یعنی نکنم مثلا میخوای ساندویچ بدی دو چرخم سوار شم این هر نه روز کارایی که کلا دوست ندارم. نه نه دو چرخ ساندویچ بخوری دیگه ویدیو بعدی در کار نیست متاسفانه. بله. خب به به. گشنم خیلی زیاد سر میدی پایین؟ سلام چیکار میکنی؟ اینجا چیکار میکنی؟ یعنی چی؟ این چرا این؟ بذار یه ذره حریم شخصی بمونه سلام ایسا پس فیلمبرداری خوبه؟ عالیه دو چه از این دستو میدی؟ دوربین رو بندازی چشم رو میندازم من به نظرم واقعا بیا برو تو پیچ بگیر ببین. به نظرم من الان سوپرمن شدم میدونی؟ سوپرمن نشیم دستم اون زیر دوربین نگه دارم اگر افتاد یه راه نجاتی باشه تو چرا ما چالشی که هر سری داریم که میخواییم بریم واسه مهران یکی بگیریم اینه که تو خودش گوجه نمیخوره خودش یادش میره بگه که گوجه نمیخوره یه خوره سپرایز شده بودم سپرایز هر دفعه ما همین مشکل داریم بده بده گوجه در بیست همه جاش گوجهی شده دیگه تمومه زیاده بیه دستت کسی دستم جلزه دوپونی گوهنه زدم بابا خودش که تمیزه بیا تا اینجا گوجه نهد تا اینجاش میتونی بخور ساندویچ بعدی چیه؟ وای همین دمش گوجه داره که این مرغ جگر حداقل اینو خوب نپیچون لامستا بیرون بره این چیه؟ این بیمونتی بیا بیرون برش خیلی خوب بود اه؟ من به ساندویچ سریت بیشتر نمره میدم تا این چرا الان خوردی تازه دیگه خب دیگه نمره سریت خیلی هم مشکل این خیلی خوشمزه تر بود این تو باید تو سریت خیلی خوشمزه تر بود اینو شما باید تو تعویض روغنی کار کنی خسته باشی دستات روغنی باشه بری اینو بخوری بفهمی طعمش چیه چون مخاطب هدفش اونان متوجهی قاعدتا مخاطب هدفش من نیستم که خونه بلندم سری برحول کن یه موقع اینو مشتری نباید مقایسه کنی ها سید خیلی مشتری داشت میگم جاهای با کلاس کمتر میدن آره روغن همه جا پیدا میشه ولی روغن موتور کسی نیست که باش غذا درست کن ولی تنوع خوشمزه است این جیر مو خیلی چرا خوشمزه است واقعا خیلی عالی وای چیه؟ گلدار روز که فکر نمیتونی اینجوری درش بیاری بیه درو بابا توشمش میچسبه نگاه الان اون توش مونده وسط الان این وسط تست میکنم من مشکل دارم چون از هیچی بعدم نمیاد این هم خلو بعدش میاد اون هم گوجه بعدش میاد کل پوچه احسان شبغر هم دوست نداره موز هم دوست نداره موز حساسیت داره نه بابا حساسیت گم کنه حساسیت نداره داری یا نداری؟ نداری؟ مورد بحثش نشدیه نه دوست نداره حساسیت نداره آقا کی به موز حساسیت داره؟ کجای موز حساسیت زاه؟ این که آقا تنده آقا مایلی تنده منم تند میزادم میگم تند بود سوس بد میزنین بی خود غذا مرده عیب میزنین ولی من همچنان میگم ساندویچ سید بالاتر واقعا خوشمزه واقعا من فکر کنم نباید اینو به عنوان صبحانه میخورد طعم حبوبی میده بخو بخو سوپر پاور هم آن شد بیا بخور مسیر شده همین؟ سیر شدی یا نمیخوری؟ نه سیر شده خب ایزم مرسی از اعتمادت ممنونم که لباس خوب و درخور این رستوران پوشیدی من سری بعدی که اومدم روغن ماشینم و مغازه بغلیش عوض کردم شانس دارم لباس واقعا رسمی نپوشیدم یعنی اینجوری بودم که
مناسبت خاصی این نیست، می‌خوایم رستوران دفعه بعدی که میریم اینجا میرم اون مغازه بغلی روغن ماشین خودمون عوض کنیم، میگم با روغن ماشین خودمون بزنه که مطمئن باشیم دیگه، اطمینان داشتیم روغن ماشین خودمون بزنیم. منم راضی. من که نمیگم، من میگم عالی بود. فوشا رو اگه قرار کسی بخوره تو باید بخوری. میگی روغن ماشین فوش چرا بدن؟ چرا با فوش بدی؟ من نمیدونم. خیلی هم خوشمزه و ما خیلی دوست داشتیم. من یه خوردم عالی از اون لعنتی اصلا انگار داشتی استیج میخوردی. غذا عالی بود اینجا افتاده یه تیکش. غذاش واقعا عالی بود. من واقعا دو مخصوصا جیگر و مرغش که عالی بود. اصلا من کله پاچه نمیخورم ولی نمیخورم. خدا فرم. من روزی رو که ببین ببین کله پاچه، مغز، زبون، چشم، همه اینا، سیراب، همه اینا رو میدم بخوری. ببین یه کاری میکنم، کل این گوجه، سید، امو حسن، این ارگ مرگ بود چی بود، همه اینا رو از چشات در میارم. بیلاخ، خدافه. نکن، یه کار نکن، شلغم بپزم تو خونه. من باهات هستم و اینو میام میبریم. آفه.